آینده ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاسته از خروش ملی و جنبش سبز آزادی‌خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. Thirty-two years ago, extremists hijacked Iran, but they did not represent the Iranian people who were stripped of their freedom and basic human rights by a totalitarian regime that imprisons, tortures, and kills its people simply for wanting a better life. Today, our security is also being threatened by this same regime. But it wasn't always that way. Historically, Iran was called Persia and was the first civilization to put human rights into law. And before the Islamic Revolution, Iran was a growing, thriving center of culture and industry. Now, 80 million Iranians are trapped under a repressive and dangerous regime. And they want change. They want peace, democracy, and human rights. And they're ready to make it happen themselves. But they need your help. Support the new Iran and help build a better, safer world for all of us. Learn more, take a stand, choose a side. TheNewIran.com. با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان. ایمان فروتن هستم از نهاد مردمی. امروز آدینه 19 اسفند ماه 1390 برابر با 9 مارچ 2012. سلام گرم به همه هموطنان عزیزمون و به خصوص عزیزان دربند در داخل کشور. خوشحالم که روزی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. روز جمعه، روزی که بیشتر وقت این برنامه صرف این خواهد شد که صدای شما عزیزان رو به خصوص از داخل کشور بشنویم. ولی قبل از اینکه اون بخش برنامه رو شروع بکنیم، اجازه بدید که در رابطه با برنامه سخنرانی و گفتگویی که این روز، این یک شنبه‌ای که میاد در تالار گفتگوی نهاد مردمی انجام خواهد شد، توضیحاتی خدمتتون بدم و با میهمان این هفته آشنا بشیم و چند دقیقه با ایشون گفتگو بکنیم. همونطوری که میدونید چند هفته‌ای هست، حدود
دو سه ماه هست که نهاد مردمی برنامه‌های تقریبا هفتگی و مرتب یک شنبه ها و بعضی وقتا شنبه ها آخر هفته ها رو ترتیب داده که با شخصیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی که در رابطه با اوضاع ایران تخصص دارن صحبت بکنه و در جلسات تالار گفتگوی مجازی نهاد مردمی این میهمانان تشریف میارن. معمولا جلسات به مدت 3 ساعت هست که در بخش اول میهمانان صحبت ها خود رو میکنن، نظراتشونه میگن و در بخش دوم میهمانان که میتونن چه پشتیبانان نهاد مردمی و اعضا باشن و یا غیر عضو تشریف بیارن و نظرات خودشونه بگن و سوال و جواب داشته باشه. میهمان برنامه یک شنبه این هفته تالار گفتگوی نهاد مردمی جناب آقای احمد رأفت هستند و موضوع گفتگوی ایشون اوضاع بعد از انتخابات و رو در روی احمدی نژاد و خامنه ای هست. موضوعی بسیار داغ و مسلماً بحث انگیز و مورد علاقه بسیاری از عزیزان. همونجوری که خدمتتون عرض کردم تاریخ این برنامه همین یک شنبه 11 مارس 2012 هست. زمان آغاز برنامه ساعت 11 صبح به وقت غرب آمریکا، 10 و نیم شب به وقت ایران، 8 شب به وقت اروپای مرکزی، 2 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا. و محل گفتگو در اتاق پلتاک هست و نام اتاق پلتاک نهاد مردمی هست، نهاد مردمی تالار گفتگو، 4 لغت، نهاد مردمی تالار گفتگو، در بخش آسیا و پاسیفیک، ساب کاتگوری زیر بخش ایران. جناب احمد رأفت از 10 خرداد 1330 از پدر ایرانی و مادر ایتالیایی در تهران به دنیا آمده. پس از پایان تحصیلات دبیرستانی برای ادامه تحصیلات در رشته حقوق سیاسی به ایتالیا می رود. در این سالها فعالیت خود را در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی آغاز می کند. در سال 1977 میلادی پس از 4 سال اقامت در آلمان به ایتالیا باز می گردد و در رسانه روزنامه کارگران آغاز به کار می کند. از آن زمان تا کنون در رسانه های مختلف ایتالیایی، اسپانیایی، سوئیسی، بریتانیایی، آمریکایی و عربی فعالیت داشته است. احمد رأفت به مدت 21 سال فرستاده ویژه هفته‌نامه اسپانیایی تمپو در خاورمیانه بوده است. در سالهای 2007 و 2008 میلادی معاونت بنگاه خبری کرونوس اینترنشنال را عهده‌دار بودند. در این سالها با رسانه‌های فارسی زبان از جمله دویچه وله، بی بی سی، رادیو آزادی، رادیو فردا و صدای آمریکا نیز همکاری داشتند. در سالهای اخیر 2 کتاب به زبان ایتالیایی و در گذشته 3 کتاب به زبانهای ایتالیایی و اسپانیایی تألیف و منتشر کرده است. آخرین کتاب احمد رأفت با عنوان ایران انقلاب آنلاین در ماه مارس 2010 در ایتالیا منتشر شد. احمد رأفت سالهاست در رسانه‌های ایتالیایی و اسپانیایی قلم می‌زند. مدتی دبیرکل اتحادیه خبرنگاران خارجی ایتالیا بود و بسیاری از ایرانیان چهره او را در صدای آمریکا دیدند. این روزنامه‌نگار قدیمی از جمله کسانی است که در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی و مهاجرت نهایی آیت الله خمینی به ایران در نوفل‌شاتو حاضر بوده و با وی مصاحبه‌هایی انجام دادند. جناب رأفت، امیدوارم که صدای من رو داشته باشید. بسیار بسیار خوشحالم و متشکرم از اینکه این فرصت رو ما امروز داریم که با شما گفتگوی داشته باشیم در رابطه با صحبتتون این یک شنبه. درود بر شما. درود بر شما و بر بینندگانتون، به ویژه بر هموطنانمون در داخل ایران، که امیدوارم شب خوبی رو قبل از یک هفته قبل از عید داشته باشن. بسیار متشکرم. جناب رأفت، ممکنه که یک خلاصه‌ای در رابطه با صحبتی رو که یک شنبه می‌خوایم بفرمایید در رابطه با این موضوع اوضاع بعد از انتخابات و رو در روی احمدی نژاد و خامنه‌ای، اگر ممکنه چند دقیقه توضیح بدین و احیانا در اتاق پلتاک که دوستان هستن اگر سوالایی باشه میتونیم یک چند دقیقه اگر فرصت داشته باشین با شما امروز صحبت کنیم تا قبل از روز یک شنبه. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله، من فکر میکنم که این انتخابات به نوعی آخرین مرحله جمهوری اسلامی از این نظر اهمیت داره. جمهوری اسلامی از بعد به تشکیل سیاستی را آقای خمینی پایگذاری کرد که همچنان ادامه داره و اون سیاست تقسیم بر دوه،
در سالهای اول انقلاب این سیاست بخشی از کسانی رو که در انقلاب سنگ بودن از میدان قدرت، از حیطه قدرت خارج ساخت و حتی بسیارشون کشته شدن، اعدام شدن و گروهی هم رفتن خارج. هر بار آقای خمینی با مشارکت بقیه یک جناح از حلقه قدرت و از حکومت بیرون میفرسته. لیبرال ها، کمونیست ها، چپ ها، حزب توده، بعد نهضت آزادی، ملی مذهبی ها و در انتخابات آخر اصلاح طلبان و در این انتخابات هم تلاش بر اینه که هواداران آقای احمدی نژاد رو از حلقه قدرت بیرون کنن. با اخراج هواداران آقای احمدی نژاد اگر این اتفاق صورت بگیره در ماه‌های آینده و به ویژه یک سال آینده، یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری، عملا یک نظریه حاکم میشه بر کشور و ایران به نوعی از یک دیکتاتوری جمعی به یک دیکتاتوری فردی تبدیل میشه. تا کنون نظامی که در ایران بوده دیکتاتوری بوده، ولی یک مشارکت جناح‌های مختلفی در این دیکتاتوری سهیم بودن و این تفاوت عمده ایران با بسیاری از دیکتاتوری‌های کلاسیک. عملا ایران بعد از این انتخابات میتونه به یک دیکتاتوری خیلی کلاسیک یک نظریه تبدیل بشه و این به نوعی از دید من آغاز مرحله پایانی حکومت، برای اینکه تعداد کسانی که ازش حمایت میکنن انقدر تحلیل میره که دیگه حتی با زور تفنگ هم مشکلی که بتونه مملکت اداره کنه. علاوه بر این من فکر میکنم که برخلاف اصلاح طلبان که چند سال پیش از حوزه قدرت کنار گذاشته شدند، آقای احمدی نژاد، آقای مشایی و دیگر همپیمانانشون به این سادگی قدرت رو رها نخواهند کرد و ایزا نخواهند داد، خیلی بدون خشونت و به صورت مسالمت‌آمیز کنار گذاشته بشن، همان گونه که آقای احمدی نژاد نشون داد در این سالهایی که ریاست جمهوری رو داره که در مواقعی که منافعش با منافع آیت الله خامنه ای و دیگران گره نخوره در مقابل ایشون میسته و تنها زمانی هم صدا با ایشون بوده که منافع کل نظام به خطر افتاده باشه. بسیار متشکرم. جناب فرهاد، نظر شما در رابطه با این موضوع انرژی اتمی، سلاح اتمی، این سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، احیانا اگر چون شما که از برسات خبرنگارهایی هستید که بسیاری از اطلاعات ممکنه بیش از مردم عادی داشته باشید، به شما چه خبرهایی رسیده، چه اتفاقی افتاد، چه صحبتهایی شد، چه فکر میکنید اتفاق بیفته با این مسائل و الان که باز گفتن میخوان شروع کنن مذاکره برای صدومین بار در این چند سال، اگه ممکنه در اون رابطه هم نظرتون بفهمید. ببینید، مسئله مذاکره و حمله نظامی اگر توجه کرده باشیم در سالهای اخیر هر چند ماه یک بار دوباره مطرح میشه. مذاکره اروپاییان که این بار خانم آشتون تقاضا مذاکره دادن و حالا میگن خب شرایطی که ایران گفته قابل قبول نیست، در صورت کشش میدن، برای اینکه افکار عمومی اروپا در حال حاضر بعد به ویژه بعد از جنگ عراق و افغانستان آمادگی پذیرش یک اقدام نظامی دیگر غرب رو نداره. بنابراین اینها برای افکار عمومی خودشون هم مرتباً هر چند ماه یک بار این مسئله مذاکره رو پیش بکشن، برای اینکه بگن ما از تمام امکانات برای مذاکره استفاده میکنیم و در حال حاضر به هیچ وجه قصد جنگ نداریم. این مسئله حداقل تو کشورهای مثل ایتالیا، اسپانیا، آلمان حساسیت و اروپای شمالی نسبت به اقدام نظامی بسیار زیاده و افکار عمومی خواهان درگیر شدن کشورهایشون در یک اقدام نظامی دیگر نیست. از جانب دیگر گزینه نظامی را هم هیچ کدوم از این کشورها و حتی آمریکا نمیتونن از روی میز بردارن، برای اینکه همگی به این مسئله واقفند که یک ایران اتمی اونقدر برای امنیت ملی کشورهای منطقه و
اسرائیل و نه تنها اسرائیل مهم نیست، یعنی امکان استفاده از سلاح اتمی نیست که واهمه رو در دل دولت‌های منطقه انداخته، بلکه ایرانی که مجهز به اسلحه اتمی باشه عملاً دیکته کننده قوانین بازی در منطقه خواهد شد. و این مسئله است که نه تنها اسرائیل، حتی بیش از اسرائیل عربستان سعودی و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس و حتی ترکیه رو شدیداً نگران میکنه، برای اینکه میدونن که اگر ایران یک بمب اتمی، حتی یک بمب اتمی داشته باشه، مثل کره شمالی دولتی خواهد شد، حکومتی خواهد شد که دیگه گفتگو پذیر نیست و بنابراین باید باهاش هر نوع به هر نحوی که شده کنار اومد، چون بالاخره همیشه این شمشیر داموکلس بمب اتمی بالای سر این کشور خواهد بود. من شخصا معتقدم، با برداشتیم که از کنفرانس های مختلفی که تو این سالها شرکت کردم، چه در اروپا چه در آمریکا، چه حتی دو کنفرانس در خود اسرائیل با شرکت کارشناسان سیاسی، نظامیان و خبرنگاران، معتقدم که حمله نظامی یا اقدام نظامی علیه ایران اولا به هیچ وجه شباهتی به عراق نخواهد داشت، به خاطر اینکه وسعت جغرافیای ایران این اجازه رو نمیده، یعنی تعداد نظامیانی که لازمن بیش از 1,000,000 خواهد بود، با توجه به اینکه عراق یا افغانستان بین 300 و 400 هزار نفر نظامی ازشون استفاده شد. دوم، و بنابراین خیلی مقطعی خواهد بود، یا به طوری که میگن جراحی، اگر بخوایم از زبانهای اروپایی به فارسی ترجمه کنیم. و آخرین گزینه است، یعنی زمانی به ایران حمله خواهد شد که ایران در یک قدمی بمب اتمی باشه، و تا اون لحظه سعی خواهند کرد که با فشارهای مختلف من جمله تحریم‌ها تلاش کنند که ایران از ادامه فعالیت دست برداره، که بر نخواهد داشت، ولی ادامه یعنی فعالیت ها رو به صورتی کند بکنه که این روز شومی که اروپایی ها این چنین نامی در آخرین کنفرانس بسش گذاشتن، یعنی روزی که ایران اولین بمب اتمیش رو میتونه امتحان آزمایش بکنه، به عقب بیفته، برای اینکه اینجا دولت ها مهلت های مثل ایران نیستن که 30 سال سر کار باشن. دولت های غربی 4-5 سال بیشتر مهلت ندارن، هر کدوم سعی میکنن که هر مشکلی هست و بندازن گردن دولت بعدی بعد از انتخابات بعدی. بنابراین حداقل 4 سال هم که دولت اروپایی بتونه مسئله رو به عقب بندازه، از صد انتخابات بعدی که جلو روشه گذر کرده. جناب رفعت، بسیار بسیار متشکرم از وقتی که امروز ما، امشب شما به ما دادید، در این برنامه حضور یافتید، و مطمئن هستم که عزیزان ما روز یک شنبه حضور خواهند یافت و مستفید میشن از صحبت‌های شما. باز هم متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. خدا نگهدار. منم به نوبتم از شما متشکرم و روز خوشی برای دوستان در آمریکا و شب خوشی برای ایرانیان در مناطق جهان امیدواری میکنم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. خب هموطن عزیز، پس یادداشت بفرمایید، یادتون نره، از هر جای جهان هستید، اگر دسترسی دارید به اینترنت و تالار مجازی پلتاک، همین روز یک شنبه 11 مارس 2012 ساعت 11 بامداد به وقت غرب آمریکا، 10:30 شب ایران، 8 شب اروپای مرکزی و 2 بعد از ظهر شرق آمریکا، در تالار گفتگوی نهاد مردمی. اطلاعات دقیق‌تر رو میتونید، اگر کاغذ میلاد ندارید، روی سایت نهاد مردمی اگر تشریف ببرید، در قسمت اخبار اونجا همه این اطلاعات هست، و مانند چگونه که اسم اتاق رو به لاتین اسپل بکنید، و در بخش آسیا و پاسیفیک ساب کاتگوری و یا زیربخش ایران. اجازه بدید که در این بخش ما برنامه امروز شروع بکنیم با یک موسیقی محلی که منصور انتخاب کرده. ببینیم امروز منصور برای ما چه انتخاب کرده، و مقدار دیگر در رابطه با اخبار روز صحبت خواهیم کرد. و روز جمعه است، خطای تلفن رو باز میکنیم که شما عزیزان در رابطه با
مسائلی که در ایران دارید در رابطه با ناراحتی‌های اقتصادی، کمبود غذا، فشاری که روی شما این رژیم آورده و نوروزی که در راه است، چهارشنبه سوری و غیره و اون چی که مایل هستید صحبت بکنید که صدای شما رو از داخل کشور داشته باشیم. این ویدیو رو نگاه میکنیم و برمیگردیم، با ما باشید. ما
من نمنم من، نه من منم من، ذره خاک وطنم من. هموطن عزیز، نهاد مردمی برای ادامه فعالیت‌های خود که منطبق با یک هدف به 5 اصل مشترک می باشد، دست همیاری شما را به گرمی می فشارد. با رفتن به سایت نهاد مردمی www.nahademardomi.com از طریق پرداخت مستقیم به وسیله کارت‌های اعتباری، ویزا یا مستر و همچنین پیپل، شما نیز می توانید در پیشبرد راه نهاد مردمی که در راه آزادی ایران گام برمی دارد سهیم باشید. شماره حساب نهاد مردمی برای همیاری در داخل و خارج از ایالات متحده، ویلز فارگو بانک، دارنده حساب دنیو ایران، شماره حساب 33 94 94 15 57، راتینگ حساب برای پرداخت از خارج ایالات متحده WFBIUS6S، راتینگ حساب برای پرداخت در داخل ایالات متحده 122-30-248. ما میبایست به زودی به یک سازمان منسجم و در خور احترام مجامع بین المللی تبدیل شدیم. هموطن عزیز، پشتیبان نهاد مردمی تنها شما هستید. همیاری و همدلی رمز پیروزی است. ما پیروزیم چون حق با ماست. با تشکر از منصور عزیز، اینجا جا داره که من از یکی از همرزمانمون و عزیزانمون در نهاد مردمی، آقای علی فرهمند، یکی از معاونین اجرایی ساختار اجرایی، تشکر کنم. زحمت تمام تماس‌ها با میهمانان برنامه‌های روز یک شنبه و برنامه‌ریزی آنها رو ایشون می‌کشند و بسیاری کارهای دیگر اداری که در بخش اداری هست و ایشون انجام میدن و واقعا خسته نباشند. هموطنان عزیز، قبل از اینکه خطهای تلفن رو باز بکنیم، اجازه بدید بسیار کوتاه در رابطه با نهاد مردمی خدمتتون عرض بکنم. بعضی تلفن ها و بعضی صحبت ها که میشه میبینیم هر روز ظاهرا به تعداد کسانی که تا الان در رابطه با نهاد مردمی نشینده بودن، به خصوص در داخل کشور، و از طرف صحبت کردن و حرف این اون و در سر زبان‌ها افتادن و از طریق اینترنت و غیره در رابطه با نهاد مردمی میدونن. تعداد تلفن‌هایی که هر روز علاوه بر اونایی که در استودیو ما میتونیم جواب بدیم، حداقل بین 30 تا 50 برابر اون ما تلفن‌هایی داریم که دوستان نمیتونن وصل بشن به نهاد. بسیاری پیام میذارن، بسیاری قطع میکنن. یعنی در یک روز معمولی که جمعه هست، ما بعض وقتا بین 300 400 500 600 تا تلفن هایی که فقط شمارهشون افتاده و اونجا زنگ میزنن داریم، علاوه بر اونهایی که احیانا اصلا نتونستن به اون خط دیگه برسن. بسیار بسیار ما از این خوشحالیم. من فکر می کنم یکی از دلایل مهمش این هستش که کار سیستماتیک و تحلیلی که نهاد مردمی شروع کرد 14-15 ماه پیش، 1.5 سال پیش، بعد از 2 سال بررسی دقیق این که چرا اپوزیسیون تا کنون نتونسته با هم جمع بشه، نه فقط با 2-3 تا جلسه تلویزیونی که 3 نفر مهمون دعوت کنیم بگیم آقا حالا چه باید کرد بعد از 32 سال. خیر، از این چه باید کردها سالهای سال هست که انجام شده، ولی احتیاج داشت که یک گروه بنشینن و تخصصی و کارشناسانه نگاه بکنن که چرا این اتفاق نیفتاده و چرا، یعنی این انسجام، این همبستگی، و چرا در سالهای بسیار زیادی که حداقل در 11-12 سال، چون خود من در میان این عزیزان بودم و کار کردیم و زحمت کشیدیم، هنوز که هنوز نشده یک ساختاری با انسجام و قدرت و همبستگی و یک صدا تشکیل بشه. برای همین بود که
نهاد مردمی وقتی کارش رو شروع کرد یک سال و نیم پیش با یک طرح دقیق شروع کرد، برعکس بسیاری از جاها که وقتی میخوان یک کاری انجام بدن میان و یک بیانیه مینویسن و میگن آقا ما به این دلیل با جمهوری اسلامی مخالفیم، همه بیایم جمع بشیم با هم یک همبستگی درست کنیم. فقط فکر میکنن که بیانیه نوشته شده، همه گفتن به به و چه چه و زیرش امضا کردن، این همبستگی تشکیل شده و انجام خواهد شد و این همکاری. و هر سال خود سال هاست که دیدیم این شکست یا عدم موفقیت پیش اومده به خاطر اینکه فقط یک بیانیه نوشتن، زیر اون امضا کردن و بعد 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر برن توی شهری برای دو روز بنشینن، کار رو به جایی نرسونده. نهاد مردمی اومد و تحلیل کرد و تحقیق کرد و سیستماتیک برنامه ریزی کرد که چه اشکال هایی بوده در این سالهای گذشته که این همه عزیزانی که ایثار کردن، زحمت کشیدن، پول خرج کردن، رفتن شهرهای مختلف نشستن، بالا و پایین، آخر سر به جایی نرسیدن. و تمام این اسناد و مدارک رو که بررسی کرد، نتیجهش رو با 15 ماده، 15 مورد مختلف توضیح داد. گفت هر کدوم از این 15 مورد باشه در یک حرکتی که برای آزادی ایران، چپ و راست و پادشاهی و جمهوری و غیره همه میخوان با هم کار بکنن، تجربه نشون داده اگه هر کدوم از این 15 تا باشه کار خوب پیش نخواهد رفت و به احتمال زیاد پیروز نخواهد شد. پس نهاد مردمی رو بر پایه این که جلوگیری بکنه از تکرار اون اشکال‌های 15 گانه نهاد مردمی بنیان گذاشته شد. یکی از اون موارد این بود که وقتی که کار رو شروع می‌خوایم بکنیم، این نباشه که فقط 10 نفر 15 نفر رو دعوت بکنیم پشت درهای بسته بگیم آقا ما بیایم بشینیم ایران رو آزاد بکنیم. اگرم جلساتی هست که در رابطه با راه و چاره هست، روزی که کلید اول میزنیم باید در باز باشه برای همه کسانی که احساس میکنن میتونن کاری برای آزادی ایران بکنن. یک سال خورده پیش نهاد مردمی در روز یک شنبه 10 سپتامبر اومد در آن واحد از چندین رسانه مختلف که وقت خریده بود اومد و برنامه‌ش رو با حضور حدود 100 نفر از عزیزانی که از قبل آمادگی داشتن و یا کسانی که همون موقع تو برنامه تلویزیونی و رادیویی راجع به نهاد شنیدن اومدن، از صفر شروع کرد. یک کاغذ سفید و در یک تالار مجازی که نگن حالا رفتیم مثلا منزل آقای اکس یا خانم فلان یا کشور فلان توی سالن نشستیم و دعوتیه، این تالار مجازی باعث شد و یا ساختار مجازی، تارنامه نهاد مردمی که هر کسی هر موقع بخواد 24 ساعت در روز بیاد و اونجا ثبت نام بکنه و بگه منم هستم. منم هستم یعنی چی و یا من پشتیبین کنم به معنای چه؟ به معنای این که فقط تو فقط یک هدف و 5 اصل نهاد مردمی رو قبول دارن. هدف نهاد مردمی همونطوری که روی سایت نهاد مردمی الان میتونه دوستان ببینن، هدف بسیار ساده است: تشکیل سریع یک سازمان متشکل، هماهنگ و در خور پذیرش و احترام بین‌المللی برای ایجاد محیطی مردم سالار و شفاف برای همکاری سیستماتیک مخالفان حکومت اسلامی به منظور حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران و برای برکناری و حذف کلیت، تمامیت و موجودیت حکومت اسلامی و استقرار دموکراسی و حقوق بشر در ایران. یعنی چی؟ یعنی ما خودمون که خارج از کشور هستیم، ما نمیتونیم برکنار بکنیم رژیمو، مردم ایران باید انجام بدن، ولی ما اینجا آمدیم که پشتیبانی بکنیم از جنبش آزادی خواهانه این عزیزان. و نه تنها پشتیبانی بکنیم از جنبش آزادی خواهانه اینان، برای چی؟ برای اینکه کمک کنیم موجودیت و کلیت جمهوری اسلامی از بین بره و در سطل آشغال تاریخ انداخته بشه. و همونجا هم بسه نکنیم، برای اینکه یک بار زمان خمینی اینجوری شد، بخش دوم داره به موازات و فوری بعد از اینکه آخوندها رفتن، باید دموکراسی و حقوق بشر در ایران استقرار پیدا بکنه و اون هم کار داره، هم برنامه ریزی میخواد، هم کار میخواد، هم شفافیت میخواد و که بشه کار رو درست انجام داد. و چون خود ما و اونایی که در خارج از کشور هستیم نمیتونیم و نباید که تصمیم گیری بکنیم برای آینده مردم ایران، کار ما این شده تشکیل سریع یک سازمان متشکل که همین نهاد مردمی هست، هماهنگ که بخش‌های مختلفش با هم کار بکنن، در خور پذیرش و احترام بین‌المللی و همچنین در میان
تشکلات سیاسی داخل کشور نهاد مردمی در یک سال نیم گذشته، الان هر جایی که بحث سیاسی باشه، کار سیاسی باشه، نامی از نهاد مردمی هست و بر اساس 5 اصل بسیار ساده، یعنی این هدفی رو که نهاد مردمی خدمتون عرض کردم، میگه هر چی در نهاد هست، هر قانونی، هر ضابطه‌ای هست، قابل تعویض هست، قابل بهتر شدن، عوض شدن و کارو بهتر کردن هست، جز این 5 اصل که عوض شدنی نیست. این 5 اصل ضمانت این رو میدن که خدای نکرده نیان دشمنان از داخل نهاد بخوان نهادو خراب بکنن و از تو داغون کنن. یکی از اشکالاتی که در سالهای گذشته بوده، تشکل‌های مختلف مواظب بیرون بودن که از به بیرون بهشون حمله نکنن، بعد اعضا و افراد میان تو و بسیار هم این شواهد رو دیدیم، مزدوران جمهوری اسلامی، و از تو میخوان سیستم رو خراب بکنن. پس این 5 اصل ضمانت اون هست. یک، پاسداری از استقلال ملی و تمامیت ارضی ایران. هر کیم بیاد این تو، ما در نهاد مردمی به هیچ وجه دل به تجزیه و واژه‌هایی که احیانا ممکنه امروز باعث تفرقه و غیره بشه تن در نمیده. دو، جدایی دین از حکومت، سکولاریسم، به خاطر اینکه بشود احترام گذاشت به دین، به خاطر اینکه کسانی که حاکم کشور هستند نیان و بگن که به نام خدا این کار رو انجام بدید. خدا گفته روزای جمعه اونجا پارک نکنید ماشینو. خدا گفته که شبای جمعه نمیدونم دستتون رو اینجوری بشورید، موتون رو اونجوری بشورید، شهرها باید یا کشور باید، خدا گفته امروز تعطیل باشه. خیر، مسائل دینی مسائل دینی هست، برای اینکه دین یک مسئله شخصی هست و افراد بعضیا به اسلام عقیده دارن، به شیعه عقیده دارن، به سنی عقیده دارن، به بهایی عقیده دارن، کلیمی، مسیحی، زرتشتی و بسیار هم بیدین هستند. و تمام اینها در رابط در روبروی قانون ایران، قانون ایران که به زودی بعد از اخراج ملاها و اعراب از کشور ما بر ایران حکومت خواهد کرد، همه مساوی هستند. اصل سوم، پشتیبانی از منشور جهانی حقوق بشر. منشور جهانی حقوق بشر که 30 ماده داره، اعتقاد و پشتیبانی از آن. یعنی آقا زن و مرد با هم مساوی هستند. یه نفر اگه رنگ پوستش کم سیاه‌تر تاریک‌تر مال جنوب ایران هستش، با اونی که شمالیای جدی هست، این دو نفر مساوی هستن. اگر یکی با یک لهجه شیرین آذری صحبت میکنه، یکی دیگه با لهجه یک قسمت بخش دیگر ایران، اینا با هم مساوی هستن. اگر یک نفر پولش زیاده با یک نفر فقیره، جلوی قانون و جلوی دولت باید مساوی باشن. تمام و رسانه ها و آزادی بیان، آزادی صحبت، آزادی این که بتونن به دنبال رفاه و خوشبختی خودشون برن مردم، آزادی این که بتونن از این شهر به اون شهر مسافرت بکنن یا به اون کشور نگن که آقا شما چرا میخوای بری اینجا اونجا، آزادی اصناف، آزادی دور هم جمع شدن، تجمع کردن، اینا رو بهش میگن منشور حقوق بشر مجموعهشو. و نهاد مردمی اصل سومش میگه آقا ما اینا رو قبول داریم، اعتقاد داریم و در آینده ایران باید حقوق بشر رعایت بشه. 4، اصل 4 نهاد مردمی، برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام آینده ایران در دوران پس از انحلال جمهوری اسلامی. از الان در نهاد مردمی دعوا نمیشه که آقا در آینده ایران ما پادشاه داشته باشیم، ملکه داشته باشیم، یا نخست وزیر و رئیس جمهور غیره داشته باشیم. اون مسائلی هست که 70-80 میلیون مردم ایران باید تصمیم بگیرن، نه 15 نفر، 100 نفر، 1000 نفر این ور خدم آبهای زیر آفتاب گرم و در کشورهای اروپایی آمریکایی. خیر، در نهاد مردمی یک بار همچی صحبتی نشده، همچی بحثی نشده، و در 11 سالی هم که بنده و اکثر دوستان ما در نهاد مردمی در جاهای دیگر مانند جنبش ایران فردا و غیره کار کرده ایم، اجازه ندادیم و صحبت و بحث و دعوا سر این نبوده که آقا پادشاهی خوبه یا جمهوری خوبه. رفاه و آزادی برای ایران خوبه، حقوق بشر برای ایران خوبه، قانون اساسی خوبه که ایران رو و ایرانی رو بتونه ازش دفاع بکنه و براش رفاه بیاره. حالا اون رو اگر بشه در یک ساختاری انجام داد که پادشاهی پارلمانی باشه، مردم انتخاب میکنن، جمهوری باشه، مردم انتخاب میکنن، نوعش هم مردم انتخاب میکنن، بعد از اینکه وقت داشته باشن یه نفسی بکشن، بعد از 32 سال که آخوندا پدر شما رو مردم رو درآوردن، مردم یه نفس بکشن، یه تو خیابون برن، یه هوای خوب، با وجود یه هوا کثیفه، هوای آزاد بخورن، راه برن، برقصن،
صحبت کنن، موزیک گوش بدن، با خیال راحت شب بخوابن که فکر نکنن که این بسیجی ها میان به زور تو خونشون، فکر این نباشن فردا بعد برن به کی رشوه بدن و چگونه، و بعد از اون سر فرصت در رابطه با مسائل سیاسی خودشون بعد از دوران گذار تصمیم گیری کنن. و بالاخره اصل پنجم، اصلی که برای اکثر مردم و به خصوص اقوام ایرانی بسیار مهم هست، مشارکت مستقیم ایرانیان مناطق مختلف ایران در امور اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی محل خودشون. نوع دیگری که این رو میشه راجبش صحبت کرد، اصل پنجم، عدم تمرکز قدرته که از پایتخت و یا مرکز یک استان تمام تصمیم‌ها گرفته نشه که آقا شهردار اون شهر کی باشه، نمیدونم کت خدای این ده کی باشه، استاندار کی باشه، و همه رو از اون مرکز بگن، در برای اینکه مردم باید بتونن اون شهری که زندگی میکنن، اون محله که زندگی میکنن، بتونن برای رفاه خودشون تصمیم گیری بکنن. نباشه که این آقای یکی از هموطنان عزیزمون چند وقت پیش زنگ میزد و میگفت آقا اینجا این همه چاه نفت همه تو محله ما هست، هوا سیاه و کثیف و جادام همه خاکی و زندگی کثیف و این همه نفتی که راجبش صحبت میشه ما هیچی از اون بهره ندیدیم. این هست نهاد مردمی. یک هدف پنج است و برای همین هم هست که در این چند وقت کوتاه تنها سازمانی هست که من میدونم، اگر اشتباه میکنم به من بگید، تنها سازمان سیاسی هست در خارج از کشور که هر روز به تعداد پشتیبانانش اضافه میشه، در صورتی که همون روزهای اول یه هفته بعد از اینکه نهاد مردمی اعلام موجودیت کرد، جمهوری اسلامی از ترسش اومد وبسایت نهاد مردمی رو فیلتر کرد. حتما این کار درستی کردیم که این فیلتر کرده. چرا این همه وبسایت های دنیای دیگر رو، همین مال تو رادیو تلویزیون ایرانی خارج از کشور رو قطع نمی کنن، بندازه بزن و برخص و بشکن و اینو بخر و کرم بخر و پسته بخر و نمیدونم کرم چاقی و لاغری و همین چیزا رو بخر، اذیت نمی کنن. چرا وبسایت این همه کسانی که راجع به این و اون شعر میگن و صحبت مصاحبه میکنن اذیت نمیبندن؟ چرا وبسایت نهاد مردمی رو بعد از 7 روز بستن و هر روز که میگذره به تعداد پشتیبانان نهاد مردمی اضافه میشه؟ دیروز مثل اینکه 5027 بودیم، الان شده 5040 تا، همین در عرض 24 ساعت، و مطمئن بدونید که تا هفته آینده بالای 5100 هم خواهد رفت برای تعداد تلفن‌هایی که میشه. تنها ساختاری که به قولش تا امروز وفا کرده. یعنی چی به قولش وفا کرده؟ اون 15 ماده که خدمتتون عرض کردم، یکی از اونها شفافیت اجرایی هست و انتخابات آزاد هست. شما وقتی تشریف برید به سایت نهاد مردمی که الان منصور نشون میده، در قسمت درباره نهاد مردمی و ساختار وقتی که کلیک بکنید، ساختار نهاد مردمی به شما نشون داده میشه. در بالا مردم هستن، مردم هستن که تصمیم میگیرن و هر کس دیگری که اینجا هست برای خدمت به مردم هست، داوطلبانه. هیئت امنا منتخب مردم هستند. زیر نظر هیئت امنا، دبیرخانه حل اختلافات، گروه امور حقوقی، هیئت مشاورین ارشد و گروه ساختار و آیین‌نامه. زیر نظر هیئت امنا مدیریت اجرایی نهاد، تمام کارهای اجرایی که هدف اصلی مدیریت اجرایی و ساختار اجرایی برکناری جمهوری اسلامی هست، کمک به برکناری جمهوری اسلامی. هدف ما در نهاد مردمی دو بخش داشت، یکی کمک برای برکناری رژیم، یکی کمک برای استقرار دموکراسی و حقوق بشر بعد از رفتن رژیم. این گروه مدیریت اجرایی و ساختاری که زیرش هست، که از چپ به راست اگر براتون بخونم، دبیرخانه زنان، دبیرخانه امور مالی، دبیرخانه اعتبارنامه، دبیرخانه مبارزه و نافرمانی، گروه بیانیه‌ها، یعنی بخش دبیرخانه ارتباط جمعی که زیر اون گروه بیانیه‌ها ترجمه، تلویزیون، خبر و انتشارات، تالارهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی مجازی، گروه پژوهش و نظرسنجی هستند. همچنین دبیرخانه رایزنی امور خارجه، دبیرخانه حقوق بشر، دبیرخانه تکنولوژی، دبیرخانه روابط عمومی و بازاریابی. اینها ساختاری هستند که برای انجام کارهایی که برای برکناری رژیم باید انجام بشه دارن کار میکنن و برنامه‌ریزی میکنن. یک گروه مستقل به نام گروه نظارت بر انتخابات
که منتخب مردم هستند اینجا هست که بعد تمام انتخابات نهاد مردمی، هیئت امنا، شورای تدارکات دوران گذار و غیره نظارت بکنه و مستقل باشه و بالاخره در دست شب شورای تدارک دوران گذار، تدارکات دوران گذار که انتخابات اون در یکی دو هفته آینده حد اکثر فکر کنم تا دو هفته دیگه شروع میشه، برنامه اون رو خدمتون اعلام خواهیم کرد که برای اولین بار در تاریخ کارهای سیاسی خارج از کشور و داخل کشور افراد با شخصیت مجازی، یعنی اشخاصی که حتی از داخل کشور هستن، بتونن بیان خودشون رو نامزد کنن با نام مستعار، کاندیدا کنن، رأی بگیرن و بیان برن توی این شورای تدارکات دوران گذار و شروع بکنن کار با عزیزان سراسر جهان که بعد از روز فردایی که رژیم آخونده افتاد چه برنامه ریزی احیانا داشته باشیم، از یک پیشنویس قانون اساسی گرفته تا کارهای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی که و امنیتی و جزایی که بعد انجام بشه در دوران گذار. پس این اسکلت رو از صفر شروع کردیم و ساختیم با هم. روز اول صفر نفر بودن، هیچ کس نبود. امروز بیش از 5000 نفر و مانند بسیاری از تمام ساختارهای دنیا معمولاً 1-2-3% هستن کار فعال میکنن، 96-7% هستن آمادن و دنبال میکنن و بنابراین از این 50000 نفر ما حداقل حدود فکر کنم 50-60 نفر افراد فعال داریم. اون فعالین هم شما هر روز اسامیشون رو یه جورایی تو تلویزیون رو میبینید، بانوانی که اسمشون رو میبریم، خبر میگن، میان ویدیو درست میکنن، پشت پرده کار میکنن، مدیریت اجرایی، هیئت امنا و غیره و روز به روز به تعداد افراد فعال هم داره اضافه میشه. نهاد مردمی چرا دنبالش هستن؟ به خاطر یکی دیگر از اون اشکالهایی که ما جلوش گرفتیم و از روز اول شفافیت مالی و اجرایی رو هم گذاشتیم. الان روی سایت نهاد مردمی که تشریف ببرید هموطنان عزیز، یه دکمه هست اینجا به نام همیاری مالی، روش کلیک بکنید نشون میده که چقدر پول احتیاج داریم، 420,000 دلار، چقدر تا امروز همیاری شده، 51,854.65 دلار، و روی این 51,853 کلیک بکنید دقیقاً به شما نشون داده میشه که چه کسی در چه تاریخی پشتیبانی کرده. اول مارچ 2012 یک هموطنی که شخصیت حقیقی هست، یعنی نامش واقعا رستم زفری است، 10 دلار همکاری کردن، 59 سنت کارمزد بانکی داده نهاد مردمی، 9.41 دلار به نهاد رفته. اول مارچ 2012 عذر میخوام، آقای دکتر ایرج شاهول ولایتی 1,000 دلار پشتیبانی مالی کردن، دکتر تقی آلارضا 250 دلار اول مارچ، توران رضوی 20 دلار، ایمان فروتن 500 دلار، پرویز حدادی‌زاده 100 دلار، جواد پوروکیل 50 دلار، ابراهیم گنجی 100 دلار، حسن کیانزاد 150 دلار و بعضی هم نام محفوظ 20 دلار، نام محفوظ 10 دلار، نام محفوظ 20 دلار، رستم زفری چند روز قبلش 5 دلار. یعنی اینو بهش میگن شفافیت و گزارش مالی. دبیرخانه مالی در دست تهیه داره، هر ماه به مدیریت اجرایی و هیئت امنا میفرستن و به زودی هم روی سایت نهاد مردمی گذاشته خواهد شد. یعنی نهاد مردمی اومده اون حرفی رو که میگه در آینده ایران باید انجام بشه، اون نوع عملی که باید انجام بشه داره انجام میده. شما کدوم سازمان، کدوم تلویزیون، کدوم رادیو، کدوم سازمان سیاسی رو میشناسید و یا میدونید که اینجوری باشه که بیاد بگه آقا امسال ما اینقدر پول در آوردیم و رو تلویزیون جزئیات رو نشون بده؟ پس وقتی که مردم میبینید از تمام نقاط ایران زنگ میزنن، از حسین بلوچ گرفته که الان حسین جناب بلوچ درود بر شما، از حسین بلوچ که میبینید که از سیستان و بلوچستان زنگ میزنه، یا اون جوانی که از کردستان زنگ میزد و تک تک عزیزان سراسر کشور میرسن، بعضی‌ها فکر می‌کنن که این مردم خدای نکرده احمقن. خیر، مردم می‌فهمن. مردم می‌فهمن کی داره چه کار می‌کنه و برای چه داره انجام میده. ولیکن و برای همین هم از نشون میدیم که این تعداد اعضا روز به روز داره بیشتر بیشتر میشه و پشتیبانان. پس الان واقعاً
حیفه، واقعا درست نیست که اون اپوزیسیون، اون کسانی که میخواهند کاری برای آزادی ایران بکنند، حداقل نیان نگاهی نکنن به یک ساختاری که آماده است مانند نهاد مردمی، و اگر نقدی هست بگویند، همینطوری که در ساختار خود ما کلی نقد داشتیم، آقا چرا اینجا کمکاری میکنه، چرا نمیدونم در هیئت امنا شخصیت حقیقی ها فقط میتونن رای بدن، چرا نمیدونم اونجاش اینجوریه، اینا رو پخش کردیم، صحبت کردیم، جواب دادیم، و بعدم چون در باز هست شما اگر فکر میکنید بهتر میتونید انجام بدید تشریف بیارید. نهاد مردمی منتظره یکی بیاد اینجا جای صندلی بنده بشینه برنامه تلویزیونی اجرا بکنه، و یا بیاد در هیئت امنا، و نمونهش هم داریم در نهاد مردمی، در هیئت امنا آقای دکتر حسن کیانزار تشریف دارن که الان تو اتاق هستن، که 30 ساله دارن مبارزه میکنن، نماینده و سخنگوی حزب پایداری در بارون مرز خارج هستن و جز اولین کسانی هستن که مرکزی سازمانی برای همبستگی ایرانیان سالها پیش در آرمان درست کردن، ولی در صندلی بغل آقای دکتر حسن کیانزار کی نشسته؟ یک نفر به نام مثلا آقای پرویز حدادی زاده، که ایشون هم تو این اتاق هستن. پرویز حدادی زاده 10 سال پیش که اومده بود فارسیش هم تتپتهی بود، یا با هم صحبت میکردیم، و اومده بود تو دفتر جنبش ایران فردا با یک کیسه مرغ دستش که ما اونجا نهار بخوریم، داشتیم کلی کار میکردیم، گفت شما خسته این، بیاین این اقلا نهارتونو بخوریم، و شروع کرد کمک کرد که ظرف آشغال و سطل آشغال اونجا عوض کردن. 11 ساله داره کار میکنه، تمام تظاهرات داره میره، و امروز اومده در نهاد مردمی گفته آقا من میخوام برای کشورم در این هیئت امنای یک سازمان حقیقی و حقوقی و رسمی که در ایران در آمریکا ثبت شده فقط برای هدف برکناری رژیم جمهوری اسلامی، اومده میگه آقا من میخوام بیام تو عضو هیئت امنا بشم، و رأی آورده اومد. کجا شما همچین جایی رو میشناسید که در این گونه باز باشه برای همه؟ و برای همینم هم هستش که نهاد پا گرفته. ولی تقاضای ما این هستش که هموطنان عزیز، ببینید در این یک سال خورده گذشته چند بار شما احیانا من یا دکتر شعبتی کسی رو دیدیم بشینیم اینجا تلفن بگیریم پول جمع بکنیم؟ نکردیم، با تواضع با فروتنی اومدیم. خرجای نهادم که بسیاری هم زیاد هست، از پول برنامه تلویزیون اندیشه، تلویزیون پارس، تلویزیون ای2، تلویزیون عصر امروز، خرج ادیتور، خرج اتاق فرمان، دستگاه برق، استودیو، اینترنت، همه رو داریم خود عزیزان نهاد میدن. ولیکن شماهایی که خارج از کشور هستید باید کاری بکنید، شما هم باید کمک بکنید. دیگه گذشت اون زمانی که در همین مراسم چله مادرم که بودم و یا روزهای قبلش و این ور اون ور، بسیاری دوست و آشنا سلام و تسلیت و اینا، آقای فروتن ما هر شب برنامه شما رو نگاه میکنیم، باریکلا چشم مادرت چه پسری بالا بود از این حرفا. ولی خب تو دلم میگفتم خب پس چرا نمیای کمک بکنی؟ اگه به خودم ارادت دارین و به مادرم ارادت داشتید، و احیانا الانم دارین برنامه منو میبینید با کمال احترام، با کمال عشق، با کمال محبت، بیاین با نام محفوظ $10 $50 به یک سازمان غیر انتفاعی برای آزادی ایران کمک بکنید، و با بیاید اگه ایران نمیرید با اسم شخصیت حقیقی که در خارج از کشور اسمتون رو بذارید، تلفن بزنید به من یا تلفن بزنید دفتر بگید آقای فروتن من میخوام بیام پشتیبانی نهاد شخصیت حقیقی بشم، به پسرتون بگید، به دخترتون بگید، الان زمانشه. نهاد ولی به هر صورت پیش خواهد رفت. چرا؟ برای اینکه پشتیبان ما عزیزان داخل کشور هستن. نهاد مردمی تنها ساختاری است که وقتی که شما نگاه میکنید به اطلاعاتی که در اونجا هست، در آن واحد ریل تایم به شما نشون میده که افرادی که در نهاد هستن کی هستن. منظور جان این صفحه کامپیوتر نشون بده، این تعداد این عزیزانی است که روز و شب اضافه میشن. یعنی همین دیروز خانمی به نام اکرم ناطقی از دانمارک عضو شدن. امروز ساعت 2:44 صبح به وقت آمریکای غربی، یعنی میشه 2:09 صبحشون بوده، شاید برنامه رو دیدن و اومدن. خانم اکرم ناطقی خوش اومدید به نهاد مردمی، و اگر واقعا اسمتون اکرم ناطقی هست تماس بگیرید با ما که شما رو شخصیت حقیقی بکنیم. درود بر شما. ولی در این نهاد مردمی هموطنان عزیز نگاه بکنید، 75% مردها، 25% بانوان، گروه های سنی که میبینید
بین از 14 تا 18 سال داریم تا بالای 75 سال. از همه مهمتر پشتیبان ما مردم داخل کشور هستن. کدوم سازمان اپوزیسیون خارج از کشور میتونه با سند به شما بگه آقا من 62.44% پشتیبانان ثبت شدم از داخل کشور هستن؟ نهاد مردمی میتونه اینجا نوشته 62.44. بعدش 11% از آمریکا، یعنی 6 برابر از داخل کشور، از داخل کشوری که نه بهش اینترنت میدن، نه میتونن مستقیم به سایت نهاد مردمی بیان، نه اجازه میدن این صدای ما و تلویزیون اینا پخش بشه همه جا با فیلتر و با پارازیت و این حرفا. ببینید شما چه دارید میکنید مردم ایران که اینجوری اومدید و دارید پشتیبانی میکنید و هر روز به تعداد داره اضافه میشه. بعد از آمریکا که 11%، آلمان 6%، انگلیس 3%، کانادا 3%، سوئد 2.5%، بعد ترکیه 1.5%، نروژ 1.5%، هلند 1%، فرانسه 0.07%، و بعد 7% هم کلی کشورهای دیگه. همچنین اون کسانی که با از طریق سایت ثبت نام کردن، ما میدونیم که 1%شون استاد دانشگاه هستن، 4%شون بازرگان و صاحب کسب هستن، 0.5%شون تکنوکرات، 1.5%شون مجری رسانه و خبرنگار، 6% دانشجو و دانش آموز، 4% امور سیاسی و اجتماعی، 4% فناوری اطلاعات، 2% کارگران، 3.5% پزشکان، 2.5% متخصصین مدیریت، 1.5% معلمین، 3.5% 4% موزیک و هنر، 1% نیروهای انتظامی و نظامی، 1.5% نویسندگان و شاعران، 2% ورزشکاران، 8% 9% علوم مهندسی و 51% هم غیره. این غیره که خدمتتون عرض می‌کنم از شخصی که نمی‌شد من سلمونی دارم داریم، تا لوله کش، تا کسی که ماشین کپی ماشین رو درست میکنه و خیلی دیگه، و اونا رو خب همه رو نمیشه لیست کرد و نوشت. نهاد مردمی به تک تک قولاش وفا کرده. اول گفت اجازه بدید ما یه سیستمی درست کنیم که اونایی که اینترنت دارن بیان. بعد گفت اجازه بدید و حالا چه سیستمی درست میکنیم که عزیزان داخل کشور با تلفن زنگ بزنن و بیان پشتیبانی بکنن، که این تعداد صدایی که هر روز میشنوید اونگونه هست. پس هموطنان عزیز، من از شما دعوت میکنم، نهاد مردمی از شما دعوت میکنه، مردم ایران، این صداهایی که میشنوید و الان برای شما پخش میکنم، از شما دعوت میکنم، زمان اون رسیده که به یک جا بپیوندید، ننشینید که حالا من بشینم ببینم چی میشه. باید انتخاب بکنید و در نهایت انتخاب شما بسیار ساده است: یا علی خامنه‌ای و ولایت فقیه و جهل و کشتار و فساد و تجاوز و اعتیاد هست و رشوه و دروغ و بدبختی و خدای نکرده حمله نظامی، یا انتخاب شما اون هست، یا انتخاب شما فرداییست روشن، پر از مهر، پر از محبت، امید، رفاه برای فرزندانتون، برای خودتون، زن دخترتون، پسرتون بتونن عروسی بکنن، خودتون اگه بخواید عروسی بکنید جهازی بدید برای دخترتون، مسافرتی بتونید داشته باشید، پس اندازی بتونید بکنید، اتاقتون رو بزرگتر بکنید، خونتون رو بزرگتر بکنید، یه مسافرتی برید، یه غذای بهتری بخورید، و از همه مهمتر نترسید صبح تا شب تو خیابون قیمه که یکی با باتون، با ریش و کثیف و بودار و لجن بیاد با باتون بخواد تو سر شما بزنه، در به نام خدا و به نام علی خامنه‌ای و رهبر، که رهبر گفته بزن تو سر اون، رهبر گفته پول اینو بدوز، رهبر گفته این خانوما رو همه رو برین اعدام بکنید، اینا رو تجاوز بکنید، رهبر گفته. انتخاب بسیار ساده است، بسیار بسیار ساده است. فرقی نمی‌کنه که چند سال توی مغز شما شستشوی مغزی به شما داده باشن با قرآن و بساط و غیره این حرفا. چشمتون رو ببندید، با اون خدایی که بهش باور دارید یا ندارید صحبت بکنید، ببین کدوم درسته، ببینید کدوم برای انسانیت و برای ایران درسته. انتخاب بکنید، و اگر انتخاب کردید که مخالف جهل و کشتار و ولایت فقیه هستید، و اگر موافق آزادی حقوق بشر هستید، بیایید گروهی سازمانی رو انتخاب بکنید که همکاری بکنید یا حداقل پشتیبانی بکنید. هیچ کار دیگه نکنید و بگید آقا منم هستم. اسمتونم نگید، اسم مستعار بگید، صداتونم عوض بکنید. حداقل این کاری که میتونید بکنید. نهاد مردمی یک همچی جایی هست.
اگر فکر میکنید نهاد مردمی جای درستی هست، پشتیبانی بکنید. وگرنه هرچه به سر ما بیاد همونی بود که به خاطر همین ندانم کاری هست و عدم کار هست. اگر نهاد مردمی الان به جای 5000 تا 50000 تا داشت، 10 برابر قدرتش و صحبتش بیشتر میشد در رسانه‌های خارجی و غیره این حرفا، و ما مسلماً به اون خواهیم رسید و سریعتر هم خواهیم رسید و میدونیم که کار درست انجام شده، برای اینکه تماس‌هایی که با ما داره گرفته میشه از داخل کشور، از داخل سیستم، از داخل سپاه پاسداران، از داخل بسیج، از داخل وزارت اطلاعات رژیم و غیره داره نشون میده که این نهاد مردمی داره کار درستی رو انجام میده. ولی نهاد مردمی با فروتنی و تواضع داره این کارا رو میکنه. هر جایی که صحبت آزادی ایران بوده رفته و خواهد رفت و میره میشینه و کار خواهد کرد و زحمت خواهد کشید. و از روز اول هم گفتیم هر کسی که بهتر میتونه کار بکنه این هدف و پنج اصل رو قبول داره، تشریف بیاره قدمش رو چشم بیاد کنترل و مدیریت ساختار نهاد رو به عهده بگیره. هر کسی و هر جایی که جای بهتری رو میشناسه که از اینجا بهتر کار میکنه و آمادگی داره برای کمک برای آزادی ایران، بیایید بگید با شفافیت. نهاد مردمی از روز اول گفته در نهاد مردمی رو میبنده و همه با هم میایم اونجا کار میکنیم، برای اینکه وقت دیگر نیست که از صفر شروع بکنیم. ولی امیدواریم که صادقین راه آزادی، کسانی که واقعا برای راه آزادی ایران میخوان کار بکنن، بیان همه با هم کار بکنیم در این جای سومی که درست شده به نام نهاد مردمی. برای اینکه من ایمان فروتن از جنبش ایران فردا اومدم، بانو سارا سفیری احتمالاً از جنبش آذربایجان اومدن، بسیاری از کسان دیگر از هیچ سازمان دیگری نیومدن، همه اومدن یک جای جدید که خودشون صاحبش هستن به نام نهاد مردمی. همچه جای دیگری اگر هست همه ما با هم بریم اونجا، ولی وقت کمه. خب اجازه بدید که بریم و برگردیم، خط تلفن رو باز میکنیم، صحبت عزیزان رو در اتاق پلتاک گوش میدیم، صدای شما عزیزان رو که از دیروز زنگ زدید رو میشنویم و نظر شما عزیزان رو میدونیم. زمان اون رسیده، چهارشنبه سوری به راه هست، نزدیک است عید نوروز و امروز یادتون نباشه که اون شماره مخصوص رو اعلام خواهیم کرد برای عزیزانی که در داخل رژیم هستند و منتظر هستن که خودشون رو بکنن از بدنه این رژیم فاسد و بخواهن با گروهی که اعتقاد به همکاری داره و اعتقاد به عدالت داره بیان همکاری کنن. فرق نمی کنه شما بسیجی هستید و پاسدار هستید و سردار هستید و ارتشی هستید و وزارتخانه ها کار کردید، تا زمانی که دستتون به خون آغشته نشده باشه در نهاد مردمی ما برای همکاری با شما آماده هستیم و مسلم بدونید که در روز آزادی ایران مردم ایران در نظر خواهند گرفت همکاری های شما رو با جنبش آزادی خانه مردم ایران برای برکناری مطلق حکومت ملاها. درود بر شما، من از هلند صحبت میکنم، اسم مستعار من پیروز ایران. از پنج نهاد مردمی دفاع میکنم مورد علاقه من است، عضویت آن را میپذیرم. امیدوارم در این کار همه مردم باشم. احمد از ایران. من احمد مومی از پنج اصل نهاد مردمی حمایت میکنم. درود به شما آخوندکش. من از نهاد مردمی حمایت میکنم. منم نام مستعار آخوندکش. آخوند کش، من آخوند را می کشم. من از میناب زنگ می زنم. من اینقدر دلم پر از این آخوندهای پدر و مادر، باید خفه شو کرد.
با تشکر ممنون از ایمان فروتن. خداحافظ. خداحافظ. نهاد مردمی مخالف خشونت هست، ولیکن در دفاع از خود خشونت نیز جای داره. کسی به شما حمله بکنه، کسی اذیت بکنه، باید از خودمون دفاع بکنیم. توجه بفرمایید که بانو همسر این عزیز داشت بهش میگفت چی بگه؟ درود بر شما بانوی ایرانی. مثل این گفته آقا پاشو زنگ بزن، شوهر آقای همسر شما زنگ زده و دقیقا بهش میگفت چی بگه. استودیو نهاد مردمی بفرمایید، خواهش میکنم. سلام آقای ایمان فروتن. درود بر شما عزیزم، بفرمایید. درود بر شما. رضا هستم از کرج. درود رضا جان، خوش آمدید، بفرمایید. قربان شما آقای فروتن. خواستم به عرض شما برسونم، خواهش هم میکنم قطع نکنید. من به شخصی توهین نمیکنم، حرف زشت نمیزنم. عرض کنم خدمت شما، مشکل ما پیش مردمه، مشکل ما با مردمه. اگر مردم ما همت کنن، به خودشون زحمت بدن، یه مقداری فکر کنن راجع به مسائل داخلی، خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. نمونه ای هم که خدمت شما و مردم بینندگانی که الان دارن صدای منو میشنون عرض کنم، سازمانی تو مملکت هست که از روز اول انقلاب تأسیس شد به نام کمیته امداد انقلاب، کمیته امداد امام خمینی، که این وظیفهش این بود که بیاد مستضعفین رو نجات بده. صندوق های گداییشون هم که هر جا سر هر کوچه و محلی برقراره. ما اگر بیان به حرف خود اینا استناد کنیم، 48 میلیون واجد شرایط رأی دادن داریم. یعنی اینه که 48 میلیون بالای 18 سال، بالای 18 سال یعنی افرادی که سن تکلیف رسیدن از نظر آخونده و از نظر عموم ملت، یعنی عقلشون کامل شده برای خودشون تصمیم بگیرن. این 48 میلیون اگر فقط و فقط 4 میلیونش روزی یه سکه 50 تومانی بی ارزش داخل این صندوقا بندازه، در طول ما حدود در طول ببخشید یه روز یه چیزی حدود 1,200,000,000 تومان پول میشه. رضا جان مرسی. حالا از تلویزیون حرف منو گوش بده. ببین مرسی که زنگ زدی، امیدوارم واقعا من از ته دل داری این حرف رو میزنی و نمیخواستی وقت برنامه رو بگیری. ولی رضا جان، مردمی که اعتقاد و اعتماد ندارن به این رژیم دزد، پولشون رو تو این صندوقا نمیندازن. اوایل شاید مینداختن، الان به اون دلیل نمیندازن. وقتی شما میایید پولتو به جایی میدی که بدونی اعتماد داشته باشی، حساب کتاب داشته باشه، بعدم میگی اگه فقط مردم اون کار بکنن درست بشه، سنگسار زنا هم درست میشه، دست قطع کردن مردم هم درست میشه، زندانی های سیاسی هم درست میشه، نسرین ستوده هم درست میشه، تجاوز به زنان و دختران هم درست میشه، این همه رشوه خوری و پول دزدیدن تو بانک ها هم درست میشه. نه خب ببین دیگه یه چیزی بگو، حالا من جوابتو نمیدم، مردم خود جواب شما رو خواهند داد، ولی خواهش میکنم درست از اینا فکر بکن. استودیو نهاد مردمی بفهمی، خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام علیکم، بفهمید عزیزم. بله من ایمان فروتن هستم، صحبت کنید خواهش میکنم، با تلفن صحبت کنید، بفهمید. الو تلویزیون رو کم کنید، با من صحبت کنید، بفهمید. خب درسته، برای اینکه تلویزیون تا صداش به شما برسه 50 ثانیه طول میکشه، بعد بره رو هوا و آسمون و ماهواره بیاد. الان تلفنی حرف منو شما تون میشنوید، با تلفن صحبت کنید، تشریف برید یه اتاق دیگه منزل، بفهمید. بسیار خوب، بسیار. من کلا صدا رو بستم، اولا که بهت بگم خیلی عزیزمی، خیلی دوستت دارم، خیلی زحمت میکشید و واقعا اجر شماها رو نمیشه با زبون توصیف کرد. من موقعیت‌های خیلی بزرگی توی این مملکت دارم، 35 سالمه و به خاطر مسائل و مشکلاتی که آقایون درست کردن، دست به هر کاری که زدن به بن‌بست خوردن و تمام مراحل زندگیم با بن‌بست‌های بیشماری روبرو بوده و در کل میتونم بگم یک سرگردانی فجیعی تو اقتصاد این مملکت قبل از هر چیز هست و اونم اینه که شما
من الان اگر شما ببینید، یعنی اگر شما بودید و میدیدید، سرمایه یعنی تمام ثروتی که تو عمرم جمع کردم تا این لحظه همش به باد هوا رفته و خوابیده یه جا و هیچ کاری نمیشه باهاش کرد. و چطوری بگم دیگه، خیلی چیزا رو خودتون خیلی بهتر میدونید و امیدوارم که با همیاری و همکاری با افراد بزرگ و متفکری مثل شما عزیزانی که من واقعا میخواستم اول کار بگم این تلویزیون نذاشتن، بگم که شما، من عاشق شما بودم که اصلا صدای شما رو بشنوم و خیلی خوشحالم از این بابت که واقعا شما تونستم تماس بگیرم باهاتون و صدای شما رو، صدای زیباتون رو بشنوم. من همیشه این برنامه شما رو که نگاه میکنم تنهای تنها دارم زندگی میکنم و خوشبختانه تو مملکت ما نه وضعیتم خیلی خوبه، ازدواج کردیم، ماشین های آنچنانی، خونه های آنچنانی، اونم 35 سال تلاش. هر حال کاری ندارم، همیشه شما رو گوش میکنم، صحبت رو میخوام کوتاه کنم، مدام وقت عزیزتون نشم و در یک کلمه با تمام جون و با تمام قطره های خونم از شما حمایت میکنم و آزادی نزدیک هست. و یه چیزی هم بگم، من مخالف و قاتل دین و مذهبم و اون چیزی که ما رو عذاب میده دین و مذهب هست که ما رو به این روز نشونده و این آقایون هم میدون گرفتن و دارن صحبت میکنن. عزیزم دست شما درد نکنه، یه اسم مستعار به من میدی که من شما و ما شما رو با اون اسم بشناسیم؟ من اسمم قاتل خمینیه. قاتل خمینی، خیلی متشکرم جناب قاتل خمینی، چه اسمی. و تمام عزیزانی که احیانا در داخل کشور هستن، مانند ایشون هستن، ظاهرا سرمایه دارن، وضعشون خوبه. هموطنان عزیز، اپوزیسیون خارج از کشور احتیاج داره به کمک شما عزیزان. اگر شما خارج از کشور سفر می کنید، اگر امکان این رو دارید که به هر گونه ای از طریق دوست و فامیل و آشنا و پارتنر بیزینستون و غیره پشتیبانی بکنید از هر سازمان، این نمیگم نهاد مردمی، اون جایی که فکر می کنید میتونه کمک بکنه، الان زمانشه. ما نیرو احتیاج داریم. ما این کمپانی آمریکایی رو که ماهی 10,000 دلار میدادیم برای 5 ماه 50,000 خورده ای دادیم که دکتر آلرضا و من خرجش رو جداگانه نهاد کردیم، دیگه نمیتونیم الان داشته باشیم، مجبور شدیم که بذاریم کنار، که کمک کرد. این زحماتی کشیدیم جلو سفارت روسیه، جلو سفارت چین، این همه روزنامه و غیره، این حرفا، این خرج داره. لازم هست که ما این کمک رو بگیریم. شما عزیزانی که هر جای دنیا هستید خارج از ایران و اگر از ایران میتونید به خارج بفرستید، تمام اطلاعات همیاری مالی به نهاد هست، کمک بکنید و از همه مهمتر کمک فکری. هموطنان عزیز یادداشت بفرمایید، کاغذ و مداد، و این شماره رو بنویسید. این شماره در آمریکا هست، 201ش هم بذارید من اینجا اضافه بکنم، نه به فارسی ولی به انگلیسی. این شماره برای تماس هست با دفتر اطلاعات و امنیت دبیرخانه نافرمانی نهاد مردمی، 201-707-294-6464 یادداشت بفرمایید، 201-707-294-6464. این تلفن مخصوص کسانی هست که حرفی برای گفتن دارند به نهاد مردمی. این تلفن من الان از ایران زنگ میزنه. الو بفهمید. بفهمید جناب علی؟ علی جان من رو تلویزیونم من از تلویزیون دارم برنامه زنده اجرا میکنم. میخوای با مردم صحبت کنی؟ صحبت کن. میخوای صحبت کنی؟ اوکی، گوشی دسته باشه. هموطنان عزیز، این علی چند سال از جنبش ایران فردا با ماست. صحبت کن عزیزم، بگو. خواستم شما این پورت هم به مردم ایران هم سلام عرض کنم که شاید که همیشه موفق باشید کل مردم ایران. بعد نهاد مردمی رو من قبول دارم و تایید میکنم خودمان هم و اینو بزنید که هر با ما پیروزیم چون هر با ماست، با کسی هم شروعی نداریم.
علی جان برنامه رو داری تلویزیون نگاه میکنی یا همینجوری زنگ زدی شانسی؟ اوکی قربان خداحافظ. این علی زرنگی که به تلفن دستی میزد. شماره رو دوباره بذارید 707-294-6464. این مال اون کسانی است که میدونن چگونه میخوان با ما تماس بگیرن و راهش هم بلدن. تلفن های دیگری که داریم برای دفتر و مالی و مستعار اون دوستان دیگه است. این برای اون کسانی است که میدونن من دارم اینجا چی میگم. در سالهای گذشته هم تماس های گرفته بودند و میدونن که چگونه تماس بگیرند، چه بگویند، چگونه زمان و محل و نحوه تماس رو بگذارند. و این تلفن رو فقط، یعنی هیچ کس در نهاد مردمی بهش دسترسی نداره جز تعداد بسیار 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 معدودی. تعداد چند نفرش هم نمیگیم، چند فقط چند نفر بسیار بسیار معدود به این شماره تلفن دسترسی دارن و اون عزیزانی که میدونن چگونه میتونن با ما تماس بگیرن و اطلاعاتی که ما لازم داریم این شماره تلفن هست. یادداشت بفرمایید، در برنامه‌های دیگه هم نیز این رو ما تکرار خواهیم کرد. استودیو نهاد مردمی بفرمایید، خواهش میکنم. الو درود بر شما. الو بفرمایید. استودیو نهاد مردمی بفرمایید، خواهش میکنم. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. سلام. سلام عزیزم، درود بر شما، بفهمید. میگم وقتی برنامه شما اگه زنگ خوری زیاد بشه سپرم یه منوی درآمدی میشه براتون، درسته؟ ولی فایده که نداره واسه مردم. خیلی متشکرم. ببینید هموطنان عزیز، سطح حماقت ببینید کجاست. یعنی این شماره 714 رو ایشون حدس زدن یا احتمالاً جستجوی مغزی آخونده دادن، گفتن اگر زنگ بزنیم به این شماره تلفن نهاد مردمی و اصلا شاید هم گفتن هم ایمان فروتن هر شماره تلفنی لابد 1000 تومان میره جیبش. اصلا همچین چیزی نیست. این تلفن ما پولم بالاش میدیم. همین دو ساعتی هم که خدمت شما من هستم $1500 بودن خرج نهاد مردمی است. 1500 ضرب در 2000 تومان بکنید ببین چقدر میشه. 1500 میشه 3000، تقریبا 3 میلیون تومان. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. با درود به شما آقای فروتن. درود به شما عزیزم. همه هموطنان آزادی خواه ما. من امشب میخواستم یه مسئله خدمتتون عرض کنم در مورد این سلطنت طلبا. من خودم مخالف رژیم اسلامی هستم. عزیزم اجازه بدید، ما اصلا در نهاد مردمی ما اصلا صحبت راجع به سلطنت طلب و جمهوری خواه نمی کنیم. ما در نهاد مردمی صحبت از انسان ها می کنیم. اول انسان و ایران، بعد سلطنت طلب و پادشاهی و جمهوری خواه و فدرال و ملت و غیر اینها. در نهاد مردمی ما فقط و فقط صحبت از انسانیت می کنیم، حقوق بشر و ایران آزاد و ایران یک پارچه ملی. بنابراین عذر میخوام شما رو قطع کردم، به هیچ وجه در نهاد مردمی ما صحبت از سلطنت طلبها و پادشاهی و جمهوری ها نمی کنیم. اون دعوا تو ایران جلو مردم رادیو تلویزیون، بیاین با هم صحبت کنید و محترمانه با هم صحبت کنیم که بالاخره ما هم باید انتخاب کنیم به کی رأی بدیم دیگه. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. بفهمید. استودیو نهاد مردمی بفهمید. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. سلام، خسته نباشید. سلام عزیزم، از کجا زنگ میزنید؟ از تهران. درود بر شما، ایمان هستم، بفهمید. خسته نباشید آقای فروتن، با خدمت عرض کنم که لطف بفرمایید این نفت و گاز منابع از این که از ایران صادر میشه خرج کجا میشه، اینو توضیح بدید بزمت و اینا رو آخوندهای دروغی اعلام کنید. اصلا جمهوری اسلامی ایران معنی نداره واسه اینا. شما اصلا جمهوری به اینا نگید، به جمهوری دروغین که ملت بیشتر آگاه شد. چشم، ما اصلا از این بعد من سعی کردم همیشه بگم حکومت ملاها، برای اینکه شما درست میفهمید این رژیم نه جمهوریه نه اسلامیه، هیچ کدومش نیست، هر دوش دروغه. بله جمهوری دروغین بگید، دروغه. اصلا اینا نیتشون مردم خوز دادن و باش ملته. برای آخه جمهوری هم نیستن. مرسی. جمهوری وقتی درسته که اقلا یه رأی گیری باشه، رأیش درسته بیاد میگیم کشور جمهوری رأی میده. نه جمهوریه چون همش دروغه.
یه دیکتاتوری اسلامی هم نیست. باز ایران یه اسلامی مردم داشتن، یه نمازی دعایی میکردن، به کسی کاری نداشتن. ببینید چقدر از دین متنفر شدن، زدن کنار زرتشتی و بیدین شدن. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. درود بر شما، بفهمید. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. الو. درود بر شما، بفهمید. سلام. نهاد مردمی؟ بله بله، من ایمان فروتن هستم، بفهمید صحبت کنید. من الو جونم، تلویزیون رو کم کنیم با من صحبت کنیم، بفهمید. از تبریز زنگ میزنم، سامان درخشانم. به به، من ضابطه در ضابطه نظام میخواستم صحبت کنم که ما خواستار برچیدن این نظام هستیم. میخوام بدونم که چطوری میتونیم کمک کنیم و اون جوری که اینجا هستیم کمک میخوام بکنیم، چطور باید کمک کنیم؟ متشکرم. یه نام مستعار میفرمایید؟ من سامان درخشان. سامان درخشان. سامان جان از تلویزیون گوش بده بهت میگم. اوکی؟ باشه. خیلی ممنون. دستت. سامان عزیز، ما جلسه‌ای که در دبیرخانه نافرمانی هم چند شب پیش داشتیم، تا مدت کوتاه دیگر یک پروژه مخصوصی شروع خواهد شد. شما هموطنان در وهله اول ترس رو باید بذارید کنار. این رژیم از خودش دیگه داره میترسه. بین خودش شکاف افتاده. آقای رافت هم دیدین، بین احمدی نژاد و خامنه ای و مجتبی و نمیدونم خاتمی و رفسنجانی و این رؤسای سپاه و قاچاقچیا و دختر مردم فروشا، اینا همه بینشون دعوا افتاده. فشاری هم که داره از خارج میاد اینا رو بیشتر ترسونده. زمان زمان اینه که مردم ایران در داخل کشور با یک هماهنگی درست شروع بکنن، کارهایی رو بکنن که اینها بدونن که مردم هم شروع کردن. منظورم خشونت نیست. خواهید دید در هفته‌های آینده چیه. حرف من فعلا این است که این برنامه‌ها شما دو تا کار میتونید بکنید سامان جان. یک، برنامه‌ها رو مرتب نگاه بکنید، برنامه نهاد مردمی رو. دو، اطلاع رسانی بکنید. اگر شما به این باور رسیده اید که جایگاه نهاد مردمی جایگاهی است صادق، نه برای پول جمع کردن، دیدید صداهای کسایی که در اینجا هستن و تصاویرشون رو دیدید، پرویز حدادی زاده ها و دکتر تهرانی و فائزه و سارا سفیری و سامر و بابک خه و شمال سبز و فرهنگ و ایمان مایوات و یه ستاره و دماوند 1706 و دکتر حسن کیانزاد و جاوید آزادی و ماهسیروس و پوراندخت و هزاران هزار نفر دیگری که هستن در این سایت و صدها نفری که میان، اینها رو شناخته اید. دکتر بیژن کریمی و تمام اعضای هیئت امنه و تقی آرزا و ایرج شاورتی و غیره. دکتر ایرج شاورتی و دکتر تقی آرزا و غیره. نمیشود به این ساختار و سازمان دیگه برچسب زد. آقا اینا اومدن پول ما رو بدزدن. پول وقتی کسی میدزده که یه نفر اینجا نشسته به کسی هم نمیگه داره چی کار میکنه. درست برعکس نهاد مردمی. نه که همه که تکی هستن، نه. در اینجا نمیشه. پس اگر باور دارید به نهاد مردمی، سامان عزیز و بقیه، این خبر رو مردم برسونید. احتمالاً شب چهارشنبه سوری تو اون شلوغی‌های ترقه و آتش بازی و بزن و برقص و آتش و اینا شاید بتونید خیلی کارا بکنید. کارهای نه خرابکاری و خشونت، نه، اطلاع رسانی، شبنامه درست کردن، کاغذهای کوچولو درست کردن، شماره نهاد مردمی اگه تونستید یه هدف و پنجه است، اگه ایمیل، وبسایت، شماره این اطلاعاتی که خدمتتون الان براتون گذاشتم، اینا رو پخش کردن، بگید برای آزادی رو اینجا زنگ بزنید. نهاد مردمی رو قبول ندارید، یه جای دیگه. ما باید تعدادمون رو سریع زیاد بکنیم. به زودی زود دولت‌های جهان میان و میگردن دنبال جایگاهی که بتونه برای آزادی ایران مؤثر باشه و کمک بکنه. اگر صادقانه بگردند و ما اگر درست کار بکنیم، میتونیم این کاری رو که شروع کردیم همه با هم و مردم ایران دل بهش بستند و با هم خوب خوب پیش ببریم و جایگاهی باشه برای هر کسی که دلش میخواد در اونجا کار بکنه. استودیو نهاد مردمی، بفهمید، خواهش میکنم. بفهمید بانو. درود بر شما، ایمان فروتن هستم. نرس، خیلی متشکرم بانوی خوش زبان ایرانی. استودیو نهاد مردمی، بفهمید، خواهش میکنم. سلام آقای فروتن. درود بر شما بانوی عزیز. آقای فروتن، خواستم بهتون بگم که من در مورد $10 به تلویزیون اندیشه تا رسیدن به پیروزیش اختصاص دادم، البته به این ترتیب.
اونایی که برنامه شما رو ندارن یا پارازیت دارن، من هدف و پنجه رو تلویزیون اندیشه رو برایشون توضیح میدم و هر کسی که قبول داره با نام مستعاری که خودش انتخاب کرده هم با اون نام به تلویزیون شما اعلام میکنم. چهارشنبه سوریه، همه این چهارشنبه سوریه، حتی روز انتخابات من یک هدف و پنج اصل رو نوشتم، با تلفنتون خیلی جواب پخش کردم و تا رسیدن به پیروزی هم این کار رو خواهم کرد. دست شما درد نکنه. مایلید که نامتون رو بگید و از کجا زنگ میزنید؟ خواهش میکنم، من از شمال زنگ میزنم، شهرزاد هستم. بارها براتون تماس گرفتم، هفته قبلم بوده که جواب اون آقایی که زنگ زده بود فحاشی کرده بود، جوابش رو دادم. درود به شما. ما هستیم تا پیروزی کامل ملت ایران، نه امت، ملت ایران هستیم، با نهاد مردمی خواهیم بود، اینو همه بدونن. درود به شرف شما، درود به شرف شما، بسیار متشکرم. تلویزیون اندیشه، تلویزیون پارس، این تلویزیونایی که کار سیاسی میکنن، تلویزیون ای2، عصر امروز، به اونها هم کمک بکنید، کار درستی کردید. نهاد مردمی حساب مالیش جداگونه هست، ولی به تلویزیون اندیشه هم کمک میکنید. خوب، برای اینکه ما داریم برنامه رو الان تلویزیون اندیشه اجرا میکنیم، برای اینکه نهاد مردمی بودجه رو نداشته که خودش بره تلویزیون 24 ساعته بذاره. هر جایی، هر جایگاهی، هر شخصی، هر سازمانی رو که با منطق و فکر خودتون باور دارید برای آزادی ایران میتونه کار بکنه پشتیبانی کنید، ولی سعی بکنید که این همبستگی بیشتر بشه. جوری کار بکنید، جوری حرف بزنید، جوری تبلیغ بکنید که همبستگی رو بیشتر بکنه. درود به شرف شما. نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. الو، برنامه نهاد مردمی؟ بله بله، بفهمید، خواهش میکنم. آقای ایمان فرگشته. من ایمان هستم، درود به شما هموطن عزیز. الان ایمان نشون میده در شما نیستیم. چرا؟ شما تلویزیون رو کم کنید، چند دقیقه دیگه خانواده صدای شما رو میشنون. الان با من صحبت کنید تا وقت دیر نشده، با تلفن صحبت کنید. باشه. بفهمید، بفهمید. ای بابا، قطع کردین؟ چرا بعد از این همه اومدین تو خط؟ بعد از تمام خطا پر، ببخشید. درود بر شما، بفهمید، خواهش میکنم. الو، بفهمید. جان سلام. من جان ببخشید، سلام سلام از بنده. من قاتل خمینی ام. قاتل جان، درود بر شما، بفهمید. صحبت برم من اینا، نه عمامه‌هاشون همش گرده. الو، برای گوش میدم، بگو بگو، صدا رو ایره. اینا چون امامهاشون گرده، آدم با هم اشتباهی، یعنی دورانیه، معلوم نیست روشون اینوریه اونوریه کدوموریه، اسمشون آدم اشتباهی. من میخواستم بگم خامنه ای، گفتم خمینی. آها، اوکی، آره، فکر کردم میشه خمینی. پس خیلی معلوم، پس شما از من شدید قاتل خامنه ای. آخه میدونی چیه، من اصلا ترسیدم، گفتم فردا اینا میشه من میگیرن به جرم خمینی، من اعدام میکنن. بابا خرپیره که صد سال پیش مرده، یه وقت میگم زربانت. حالا به هر صورت ببین هموطنان عزیز، ببخشید آقای قاتل، قطعتون کردم، خیلی متشکرم. ما در نهاد مردمی توهین نمیخوایم بکنیم. اگر هستن هنوز کسانی در داخل کشور هنوز به خمینی اعتقاد دارن، به دین و به اسلام و به غیره، باشه، بعضی هم مثل شما مخالف هستن، اجازه بدید ما توهین نکنیم. نهاد مردمی باید با صحبت درست، مهرامی صحبت بکنه. اجازه بدید ما هم توهین نکنیم و حتی نام‌هایی هم که برای خودمون پیدا انتخاب می‌کنیم، من نمیتونم حدس بزنم، ولی سعی می‌کنم بفهمم شما چه کشید در این 32 سال. خیلی آدم باید به یک جایی برسه که اسم خودشو بذاره قاتل یک نفر دیگه. من مطمئنم تفنگ و چاقو در شما بدن، شما نمیتونید یه گربرم یه سگم بکشید، چه برسه یک انسان. ولی ببینید به چه کار کردم با شما که اینجوری صحبت می‌کنید و همچین نامی برای خودتون انتخاب کردید. درود بر شما، بفهمید، خواهش می‌کنم. درود بر تو ایمان عزیزم. درود بر شما عزیزم، من ایمان هستم، بفهمه. من از پشتیبانان مستعار هستم و خواستم از شما بپرسم که از خانم گوگوش نپرسیدید که چرا نیومدن کنار شما. شنیدم که ایشون برای عید نوروز دارن کنسرت میذارن و پول میخوان پارو کنن. نه خیر، من با خانم گوگوش تازگی صحبتی نکردم. خانم گوگوش از ایران که اومدن، همون روزهای اول مصاحبه براشون ترتیب دادیم، به مدت چند ساعت که ویدیوش هم درست شد، که یه سری اطلاعاتی و دلایلی که درست بر از ایران اومدن داشتن، وقتی که دعواشون شده بود اون موقع با گروه علیرضا امیرقاسمی و غیره.
و در زمان جنبش ایران فردا کسانی که میخواستن داوطلب بشوند یک فرم پشتیبانی باید پر میکردن، ایشون با نام حقیقی خودشون اومدن و امضا کردن، هنوز هم در بایگانی جنبش ایران فردا هست و کنسرتی گذاشتن اون موقع در لاس وگاس که سیاسی بود، پرچم سرنگ شیر و خورشید بالا رفت، ما هم اونجا بودیم. بعد از اون من دیگه خبری ندارم، صحبتی هم نکردم، ولی اکثر هنرمندا اینجوری هستن، هنرمندایی که به هر صورت باید زندگی بکنن و پول در بیارن. یه سری بودن زمانهای اول سیاسی شدن، مثل مهران مهداد بود، مثل اون دوست دیگه اون کی بود که سعید محمدی، و اینا اکثرا انقدر مردم خارج از کشور درست روبرو نشدن، شاهروخ و کسان دیگه با اینا نه دیگه از جایی دعوتشون کردن، اینا سیاسی شدن، نواراشون رو چاپ نمی‌کردن این حرفا، خب مجبور بودن اینا از راه دیگه زندگی بکنن. ولی الان زمانشه، هر چیزی یک زمانی داره. الان موقعیت که احتمال ممکن جنگ ایران باشه، الان به نظر من خواننده ها هم باید، هنرمندا هم باید موضع‌گیری بکنن، موضع‌گیری واضح باید بکنن و باید در کنسرت، حالا در کنسرت هاشون اگر نمیخوان حرفی بزنن یا پرچم شیر و خورشید هوا کنن، خارج از کنسرت که میتونن، خارج از کنسرت بیان حرفاشون رو بزنن، بیان دیگه نترسن. فرق نمیکنه خانم گوگوش باشه، آقای داریوش باشه، نهاد مردمی درش باز هست. امیدواریم که اتفاقی بیفته، هر چه زودتر هنرمندان و ورزشکاران یک جایگاهی رو انتخاب بکنن، حالا یا نهاد مردمی یا هر جای دیگه. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما، بفرمایید، خواهش میکنم. استودیو نهاد مردمی بفرمایید. استودیو نهاد مردمی بفرمایید. استودیو نهاد مردمی بفرمایید. ما درود به شما آقای فروتن. بفرمایید، خواهش میکنم. منو قطع کردین. حالا الان هم میتونید دوباره قطع کنین. اگر اجازه بدین یه دقیقه، چون تا اسم سلطنت طلب آوردم قطع کردین. من قطع کردم. اگر هم میخوان قطع کنین مثلا. خب من قطع میکنم، عذر میخوام. برای اینکه صداتون مثل این خارج از کشور بود، خیلی با کمال احترام من میخوام عزیزان داخل کشور رو بشنویم. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. الو بفهمید. بفهمید، خواهش میکنم. خیلی متشکرم. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. الو سلام علیکم. درود بر شما عزیزم، بفهمید. محمود هستم، کرمانشاه بودم میشم. به محمود جان خوش آمدید، بفهمید عزیزم. محمود از کرمانشاه. قربان شما، ممنونم. آقا محمود، آقای دکتر جونم، من خدمت شما هستم که یه تقاضایی که دارم از خواننده های هنرمنده های محترم اینه که نترسن بیان. بفهمید. الو. آره صحبت کنیم، بفهمید. نترسن بیان چیا کنن؟ بیان پای حداقل تو برنامه تلویزیون بیان با مردم. این دیگه مردمیه، این نیست که برنامه سیاسی باشه، باید بیاد اونجا. و الا این همه بال پر میزنن برای ایران، حداقل این ارزشو داشته باشن بیان اینجا، حداقل جلو دوربین به مردم بگن ما هم هستیم، که مردم همه بیان، همه به عشق اونا میان، میان بیرون، میان سر صدا. درست، شما درست میفهمید. خیلی متشکرم. هنرمندا بیان، خیلی از عزیزانی که دنبال روی اونا هستن میان. مریم از ایران صداشو گوش بدیم. من مریم از پنج دست نهاد پشتیبانی میکنم. نه خودم، نه دخترم، نه شوهرم رأی ندادیم. عاشق وطنم هستم. از شما ممنونم. درود به شما. هموطنان عزیز توجه بفرمایید، خانم مریم زنگ زد. به جایی که همسرشون زنگ بزنه، خانم مریم زنگ زد. بانوان ایرانی، شما رو می‌خوایم بیشتر صحبت بکنید و زنگ بزنید. عباس ورشکسته. من عباس ورشکسته از ایران از پنج اصل نهاد مردمی حمایت می‌کنم. مرسی. البته خانم فائزه، من اینو در الان نزدیک شنیدم، مثل این گفت عباس پرشکسته نه ورشکسته، یعنی پراشکسته، اگه میشه درستش بکنید. عباس جان لطف کردی زنگ زدی، درود بر شما. رضا کاشی. من رضا کاشی از پنج نهاد مردمی حمایت میکنم و به امید خدا آخوندها رو مطمئن میکنیم. زنده با شما، آزادی خواهم. درود به شرف شما. هموطن عزیز زنگ میزنید،
لازم هم نیست بگید از یک هدف و پنج هست. اون اتفاقا من باید پیامگیرم عوض کنم، همون کافیه بگید آقا من از نهاد مردمی پشتیبانی میکنم. خودتونم زیاد ناراحت نکنید که پنج هست و یک هدف و اینا قاطی نشه. یحیی ببینیم چی میگه. یحیی جعفری. من یحیی جعفری از پشتیبانی میکنم از شهرستان تبریز. درود بر شما. یا مثل یحیی خان فقط بگید آقا من پشتیبانی میکنم، چون معلومه کجا زنگ زدید دیگه. یحیی جان مرسی، درود بر شما. امید. من امید از ایران از نهاد مردمی پشتیبانی میکنم چند جستش. درود بر شما امید جان. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. الو سلام، میخواستم با آقای ایمان صحبت کنم. من ایمان هستم، درود بر شما، بفهمید. ببخشید، من میخواستم عضو نهاد مردمی بشم. لطف بکنید بعد از اینکه الان تلفن رو قطع کردید شماره تلفن مستعار رو روی صفحه تلویزیون اون رو یادداشت کنید و بگیرید، الان زیر صفحه تلویزیون هست، به اونجا زنگ بزنید و شما عضو میشید و پیامتون هم برگید. الان همسرتون هم مثل که صداشو شنیدم اونجاست، درسته؟ خانواده اونجا هستن؟ نه من تنها. اوکی، فکر کردم اسم بانو، صدای بانو شنیدم. لطف کردید، از کجا زنگ میزنید؟ من از شهرستان میاره زنگ میزنم، همشهری داریوش اقبالی هستم. به به، پس یه پیام به داریوش بدین، به آقای داریوش. آقای داریوش، من اسم مستعارم داریوش دومه، تو شهرستان میانه. آقای داریوش، تو شهرستان میانه همه شما رو دوست دارن ولی هیچ دسترسی به شما ندارن. هموطن عزیز، هموطن عزیز، اینجا نمیدونی ما چه ظلمی میکشیم. اینجا ما، پدر من کشاورز بود، زمینشو گرفتن دادن به مستضعفین. مستضعفین، بنیاد مستضعفین زمین ما رو که از تنگ پدرم گرفت داد به مستضعفین. سه سال دنبالش رفتم، پیش فرماندار رفتم، گفت به ما رفتی نداره. ده ماه کار کردم، ده ماه حقوقم رو خوردم، فرار کردم. مملکت جوری شده که دیگه از روزگار سفره بدتر شده. آقای داریوش، نوکرتم، خواهش میکنم، خواهش میکنم از ترانه های سیاسی داریوش رو تو برنامه‌تون بذارین، از ترانه های سیاسی قدیمی داریوش رو. سلام، من آقای داریوش میرسونم، نوکرش هستم، فداش میشم. لطف کردید زنگ زدید، از میانه صدای شما پخش میشه. منصور جان اگه میتونید دوباره میسازم وطن رو یوتیوب پیدا کن که خواستن الان بذاریم. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. بفهمید خواهش میکنم. یا شیشه ای رو. درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم. درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم. سلام آقای فروتن. سلام عزیزم، درود بر شما، بفهمید. خسته نباشید، حال جو خوبه؟ خیلی متشکرم، شما چطورید؟ بفهمید. خوشحال کوچیکم. آقای فروتن جونم، با خودت صحبت میکنم؟ به خدا با خودم، با کسی که نیستی، با خودمی، بفهمی. فقط فوش نده، حرف بد نزد، بگو سریع، بگو صحبت کنیم، بفهمی. آقای فروتن این حرفا چیه؟ من خب دیگه انقدر معطل کردین، عذر میخوام. درود بر شما، استودیو نهاد مردمی بفهمی. درود بر شما. الو. درود بر شما، بفهمید. الو بفهمید. استودیوی نهاد مردمی بفهمید. سلام علیکم. سلام عزیزم، از کجا زنگ میزنید؟ خبر باشین. مرسی، بفهمید عزیزم. نادر هستم از کرج. کرج، نادر جان درود، ایمان هستم، بفهمید. خوشحالم که از این با شما دارم صحبت میکنم. منم همینطور عزیزم، بفهمید. فقط صدای ما رو از دقیق اینجا ایرانی ها بشنوند، بلای سر ما میارن. تعریف کن چه بلای سرتون میارن؟ شما دردت چیه؟ شما چند سالته؟ شما دردت چیه؟ کارگرهای موقت این مملکت هستیم. چند سالته؟ من نزدیک 40 سالمه. کارگر موقت یعنی چی؟ تعریف کنی بابا. کار مثلا 11-10 سال
سابقه کار داریم. خب پیمانکار دوست نداره، میندازه راحت بیرون و بعد از 11 سال همین فقط میندازتون بیرون. میگه آقا ما دیگه نیرو نمیخوایم، موقتی. من نمیدونم این چه سیستمیه، چه دولتیه. به هر کس هم میگه این سیستم ما کاری نداره، پیمانکار انداخته بیرون، حق حقوقمون هم نمیدن. مرسی که زنگ زدی، صداتو شنیدن همه، دست درد نکنه. ممنون. امید تو از دست نده، ایرانی بسیار بسیار بهتر به زودی خواهیم داشت، فقط همه باید با هم باشیم، به همه خبررسانی ایشالله خبررسانی کنید. استودیو نهاد مردمی بفهمید، خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام، درود بر شما، ایمان هستم، شماره رو بذار من صفحه کامپیوتر جونم بفهمید. سلام بفهمید، ایمانم. ببینید من خیلی متشکرم، درود بر شما، بفهمید خواهش میکنم. استودیو نهاد مردمی. سلام آقای فروتن. سلام عزیزم، از کجا زنگ میزنید؟ از شهر اسم جالبی بود شهرتون. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. درود بر شما، از کجا زنگ میزنید؟ استودیو نهاد مردمی بفهمید، دیر خبر داده شدید، دو ساعت تازه به شما گفتن زنگ بزنید. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. سلام عزیزم بفهمید. حالتون خوبه؟ مرسی، خواهش میکنم. شما ایمان هست؟ من ایمان هستم، درود بر شما. قربونت برم آقا، میخواستم من چرا میفروشین شما؟ چرا چی؟ میگم چرا میفروشین؟ والا امروز جنسا تموم شده، عذر میخوام. خب اجازه بدید ایمان سرفراز بینیم از ایران چی میگه. من ایمان سرفراز از هدف و پند اصل نهاد مردمی طرفداری درود بر ایمان سرفراز. هموطن عزیز شما باور کنید نمیدونید، هر بار که یک هموطن ایرانی با لهجه های شیرینی که از مناطق مختلف ایران زنگ میزنن و من گوش میدم و ما گوش میدیم، نمیدونید چه افتخاری میکنیم، چه که جایگاهی درست شده که با این قدرت و با این استحکام پاسخ اون کسانی رو که میگویند ایران آزاد نخواهد شد تا این اپوزیسیون بیاد واژه ملیت ها رو بذاره و باید فدرال اینجوری باشه و فلان باشه، نمیدونید من چه لذت میبرم. کدوم یکی از این هموطنان عزیز از سراسر ایران با این همه لهجه های شیرین اومدن که آقا باید اینجوری باشه تا ما آزادی بخوان؟ یعنی دیگه از این شهادت و دلیل بهتر دیگر نیست. آزاد از داخل کشور. من آراد از ایران آراد. از هدف و یک هدف و پنج اصل شما حمایت میکنم، به کار شما ایمان دارم. خدا نگهدار، درود به تو آراد عزیز. داریوش مثل که طول کشیده صحبت کنه. بیا داریوش جان، بیا صحبت کنی، چیز بگو دیگه. من داریوش شفی از پنج اصل زیاد داریوش عزیز عضویت در نهاد مردمی ثبت شد. تک تک کسانی که زنگ میزنن، تک تک کسانی که از طریق اینترنت و ایمیل ثبت نام میکنن، یک شماره شناسنامه مخصوص که هیچ کس دیگه در دنیا نداره اتوماتیک نهاد مردمی براشون ثبت میکنه. این سندی هست که نشون میده شما در راه آزادی ایران زودتر از بسیاری دیگر پیشرو شدید. کسان دیگری که در این چند روز ثبت نام کردن، علیرضا از ایران، آدریان از ایران، داریوش 1990 از ایران، اینا با از طریق ایمیل اومدن. جمشید برقی رو مثل این گذاشتیم دیروز، نه؟ اوکی، اجازه بدیم بریم صفحه بعدی. استودیو نهاد مردمی بفهمید خواهش میکنم. الو بفهمید قربان. سلام، خواستم آقای فروتن صحبت کنم. من فروتن هستم، درود بر شما. آقای فروتن خوبین؟ خوب هستم، بفهمید خواهش میکنم، بفهمید صحبت کنید. خدمت شما عرض کنم،
همه چیزی بهتون بگم، خدا رو شاهد میگیرم تا حالا نبوده. من 34 سالم، از زمانی که بچه بودم تو هر تاکسی سوار شدم، تو هر اتوبوسی، تو مترو، هر جایی که رفتم یک نفر رو ندیدم از این رژیم، یعنی باور کن خوشش از این رژیم بیاد یا موافق باشه با این رژیم. خدمت شما عرض کنم یعنی باور کن مشکلات زیادی مردم همه دارن تو این مملکت. خیلی متاسفم خدا شاد، نمیدونم چه جوری بگم، والله قسم فکر نکنم این مملکت دو سال سه سال دیگه دووم بیاره. همش دروغ، همش گرونی، همش یعنی بیکاری، فقر، همه چیز تو این مملکت هست. امیدوارم روزی برسه که خیلی سریع این مملکت سقوط کنه، یا چه جوری بگم، الان دیگه بغض گلومو گرفته، نمیدونم چه جوری بگم. برای هموطنا واقعا ناراحتم، خیلی کسایی هستن تو این مملکت از این رژیم ناراحتن. شاید بگم 60 میلیون مخالف دارن، همون 10 میلیونی 5 میلیونی که با خودشونن سیرشون کردن، بقیه هیچی دیگه. اصلا کسی باور کن اعتنایی به خیلی مردم نمیکنن، همش دروغ. آخوندای دیوس خیلی معذرت میخوام، بی همه چی، همش دروغ به مردم میگن. اصلا چجوری بگم، شب میخوابی صبح میخوای در مغازه بری، انگار که اینجا هرج و مرجه، یه شهریه که همش دروغه، یه مثلا یه کشوریه که نمیدونم چجوری بگم. باور کن کشوریه که یک رژیم فاسد، یک رژیمیه که باور کن در دنیا فاسدترین رژیم، خدا رو شاهد میگیرم. امیدوارم خیلی زود، خیلی سریع این رژیم سقوط کنه. متشکرم از شما، قربان. درود به شرف شما، لطف کردید. هموطن عزیز، کسانی که در سپاه، بسیج، ارتش، نظامیان، در سطح‌های بالای وزارتخانه ها، ادارات و هر جای دیگری که اطلاعات مخصوصی دارند و مایل هستند که همکاری خودشون رو با یک ساختار مردمی و آزادیخواه شروع بکنند و بریدن از رژیم و میخواهند که کنده بشن از بدنه بو، پر از بو و کثافت و جزامی این رژیم، نهاد مردمی این شماره تلفن رو درست کرده فقط برای شما عزیزان در آمریکا. 201-707-294-6464 میتونید زنگ بزنید، پیام خودتون رو بگذارید و یا شماره تلفن خودتون رو اونطوری که میدونید و یا نحوه تماس با خودتون رو اونطوری که میدونید و بارها در سالهای گذشته انجام دادید و زمان مناسب برای تماس با شما رو بگذارید. تعداد بسیار بسیار معدودی در گروه اطلاعات دبیرخانه نافرمانی نهاد مردمی دسترسی به اینا دارن و با شما تماس خواهند گرفت. مطمئن باشید که ما پیروزیم، چون حق با ماست. تکرار این برنامه ساعت 11 شب به وقت غرب آمریکا، 10:30 صبح فردا شنبه به وقت ایران و ساعت‌های دیگری، 11 شب ما میشه 2 صبح شرق آمریکا و 8 صبح اروپای مرکزی، از همین شبکه اندیشه پخش خواهد شد. چهارشنبه سوری بر خودتون آماده بکنید. بهترین موقعیت هست برای اطلاع رسانی، برای اینکه در رابطه با نهاد مردمی و یا هر سازمان و هر گروه دیگری که موافق آن هستید خبر دهی بکنید. شماره اینترنت، تلفن، ایمیل همه رو بذارید که همه بتونن تماس بگیرن. بالاخره سازمانی ما لازم داریم که جلو بیفته و بتونه که در این زمان بسیار حساس سعی بکنه صدای واقعی مردم ایران باشه. ما پیروزیم، چون حق با ماست و با هیچ کس هم شوخی نداریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار. پاینده ایران. با بای.
وطن، اگرچه با خشت جان خیش ستون به سقف تو میزنم، اگرچه با استخوان خیش دوباره میبویم از تو گل، به میل نسل جوان تو دوباره میشویم از تو خون، به سیل عشق روان خیش گرچه صد سال مرده ام، به گور خود خواهم ایستاد که برکنم قلب اهرمن به نعره آنچنان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز می کنم کنار نوبابگان خیش، مردمی.